سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما بینندگان و همراهان هماره برنامه های مختلف تلویزیون ایران فردا در همه ساعات و در همه اقصانقات جهان خواست شما مشتقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین و باز با دفتر دیگری از برنامه شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما هستم برنامه امشب چهارشنبه سوم اردیبهشت ایرانی برابر با 22 آوریل سال 2020 میلادی رو مرور میکنیم با تازه های از امروز ایران در ایران فردا جدای از اینکه کماکان مقوله های کرونایی بر صدر رسانه ها جای دارد اما این بار قعر چاه به صدر رسانه ها باز آمده بود به این معنای کلمه که نفت قرنشین شد و با اقتصاد جهان می رود که قهری ابدی کند در میان بسیاری از روزنامه ها با تم و تم نفتی آراسته شده بودند از جمله آنها روزنامه اسکناس هست که از سیاه طلای سیاه می نویسد زمینی که به نقل از آقای جهانگیری اشاره کرده که آمادگی ایران برای روزهای سیاه نفت منظور این روزنامه از سیاه بختی طلای سیاه نفت رو به مسابقه طلای سیاه در اقتصاد جهانی نام می برند و بدین روی بود که از سیاه روزگاری این مایه انرژی و معلفه انرژی جهان گفته شده اقتصاد پویا هم از نفت صفر دلاری گفته بود که به نقل از بسیاری از منابع گویا برخی از تولید کننده های نفتی ایالات متحده امریکا حاضر شدند که نفت رو به رایگان تحویل خریداران و مشتریان بدن که البته من تحلیلش رو میخوام ارائه کنم که مسیر این به تعبیری بحران نفتی چگونه بر فعل و انفعالات اقتصاد تمام نفی جمهوری اسلامی اثرگذار اثر, گزار، اثر گزار خواهد شد و ادامه میدهم ابتدا نخست به سرفست و عناوین موضوعاتی که مرتبط با این ماجرا است اقتصاد سرآمد در میانهای دریا اسکله نفتی را نشان میدهد و از ایست قلبی نفت نوشت یا روزنامه جوان ارگان سپاه پاسداران هم وضعیت بغرنج آیندهی تاریک و مبهم با بگراند پس زمینه خورشیدی که غروب می کند نوشته که نفت در خاک سیاه و بالاخره روزنامه رسالت ارگان چاپی جناه معتلفه و جناه بازار نیز نوشته که نفت در قعر چاه اما در این بین یکی از عناوین روزنامه ها برای من دستمایه تحلیل شده که میخوام به اون پ... بپردازم و اون روزنامه به تعبیری افسار گسیخته کیهان هست که امروز دو مطلب از اون روزنامه خواهم داشت نخواستن که در یک گزارش خبری تحلیلی همون گونه که شما میبینید نوشتن میخواستن صادرات نفت ایران صفر شود قیمت نفت آمریکا زیر صفر رفت تعابیری به قایت غلط مقالط انداز و بدون اینکه اساس مطلب و رکن حقیقت مطلب رو گفته باشد کیهان به هر قیمت در صدد نفتی کردن و به تعبیری سیاه و وارونگی مطالب و به تعبیری به نحوی دروغ نشان دادن اصل مطلب هست حال میخوام اینو تحلیل کنم که چگونه کیهان به این نتیجه میرسد میگوید که میخواستند صادرات نفت ایران صفر شود قیمت نفت آمریکا زیر صفر رفته خب کیهان به این موضوع نمیپردازد که الان من میخوام به اون موضوع اشاره کنم اساسا علا رغم این که گروه های بیشماری در بدنه جمهوری اسلامی یا اصولا وفاداران به جمهوری اسلامی در برون مرز حتی حتی گروه های چپ و شپ سوسیال و کمونیستی هم میدیدیم. دیدیم و از مدام هر گونه مداخله کشورهای غربی و ایالات متحده امریکا در کشورهای منطقه خاور میانه رو به نحوی زنها مرتبط به ماجره های نفت می و نفتی می دیدن می گفتن که خب اینها عاملی هست چون انرژی نفت ایران سوریه یا جاهای دیگر حال سوریه که خیلی نفت نداشت احتیاج دارن لشکرکشی میکنند و کیهان و برخی از روزنامه های دسترسی رو این موضوع خیلی مانورها داده بودند در حالی که بسیاری از کارشناسان در عصر مدرن معتقد هستند که کشورهای غربی مثل ایالات متحده امریکا با فراوری و با به تعبیری بروز آمد کردن انرژی های خفته عالم و تحت عنوان انرژی نو در جهان حتی اصلا خیلی سال هست که از نیاز انباشت نفت دور شدند و از نفتی بودن اقتصاد اون مقداری که بوده بسیار کاستند الان هم که برخی از تولید کننده های امریکایی گفته بودن که نفت رو زیر صفر در واقع منفی شده حتی گفتن بله اونقدر انباشت انرژی نفتی در معادن و زخایرگاه هایشون دارند که نیاز به انباشت نفت دیگر نیست و از خریداران خواستند که حتی بیایند رایگان نفت امریکا رو بگیرند و ببرند فقط خودشون محل دپو و نگهداری داشته باشند و با اون هزینه مینتننس یا به تعبیری نگهداشت کالا یا باز یا بعضا هزینه هایی که بایستی برای استخراج انجام بشه صرف بشه اون در فرایند هزینه فایره اقتصاد و اقتصاد انرژی براشون مبتنی بر منطق نبوده و دست به چنین تاکتیک زمین بند خلاقانه زدند اما جمهوری اسلامی و کیهانی که میگوید میخواستند صادرات نفت ایران صفر شود که البته شد و به این روز سیاه افتاده اند بسیار در میتوان گفت غیر از چند کشور همسایه و کشورهای مثل چین کسی حتی چین هم که پول رو به درستی نمیدهد این بحث من نیست کیهان در این انحراف مطلبی که میگوید میخواستند صادرات نفت ایران صفر شود قیمت نفت آمریکا صفت زیر صفر رفت کاملا در یک دروغ بدون اشاره به حقایق بحران های انرژی و نفت به گونه دیگر به تشریح مطلب پرداخت و به زعم خیش در این قیاس تطبیقی این گونه وامی نماید و این گونه نشان می دهد که مثلا امریکا در حوزه سیاستگذاری تحریم نفتی ایران شکست خورده و جمهوری اسلامی کماکان مثلا برقرار هست این نکته بود که چون خیلی دیدم همه روزنامه ها از نفت امروز نوشته بودن حالا رسالت رو که دیدید از نفت در قهر چا زده بود و سایر روزنامه که به از هم. مثل فرصت امروز رو میبینیم که خواب آشفته نفت رو به عنوان تیت برگزیده بود به هر روی این انرژی رکنی در بطن طبیعت حدود یک قرن بر عالم حک فرما بوده و این نکته رو که همه شما هم بطنان عزیز نیک آگاهید که از آغاز اکتشاف اولین چاه نفتی تا کنون که نفت به صفر رسیده و رایگان تحویل خریداران می شود. در رابطه با ایران باید اشاره کنم که از روز اکتشاف اولین چاه نفت تا کنون تا دولت کنونی که الان حاکم هستش در دولت محمود احمدی نژاد با قیمت های بالای 100 دلار می توان گفت که بالاترین میزان درآمد نفتی رو داشته که از خود اسکله های نفتی گم شد تا دلار های نفتی که سر از تورنتو و دیگر کشورها در آورد و بسیاری گم شده است. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم و دیگر مطالب منتخب, منتخب. از جمله مطالبی که بسیار مایه حیرت خیلی از فعالان سیاسی و رسانه ای شده بود یک جدال لفظی تویتری و بیانیهی وزارت بهداشت بوده که آقای جهانپور این سخنگوی بظاهر اتوکشیده بظاهر تکنوکرات که میبایستید در صفحه همگینی و همراهی با مطالبات مردم باشد تا کنون به هر روی یک سیمایی نسبتا متفاوت از دیگر دولت مردان جمهوری اسلامی از خود نشان میداد به مساوی یک مرد عملگرا یا تکنوکراتی بود که حالا آماری رو تدوین می کند از مراکز درمانی و به بهداشتی آماری رو تهیه می کند به طور روزانه اطلاع رسانی می کند که نفس این کنش خب ستودنی بوده اما به یک باره دیدیم که آنچنان دست های نامرئی مردان امنیت در همه ی حوزه ها اعمال نفوذ می کند که گویا یا فشار امنیتی بالادستی ها بوده یا نه ایشان درون خیش رو رو کرده که بحث بر سر این هست که خب خبر دارید من در مقدمه مطلب اشاره کوتاهی بکنم که اصلا چه شد که بس جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت رو میکنم آقای محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران و همینطور خانم زهرا صد نوری یکی از اعضای دیگر شورای شهر تهران اینا معتقدن که آمار مرگ و جانبختگان و کرونایی در تهران بسیار بیش از این هایی هست که آقای جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت میگوید این مطلب و این انتقاد کوچک از سوی رئیس شورای شهر تهران منجر به خشم آقای کیانوش جهانپور شد و در یک اظهار موضعی که اصلا به قامت ایشان نبود و اصلا برازنده یک آدم حوزه درمانی نبوده موجب یک تشتت و تنش شده و ایشون برگشت گفت که شما چرا آمارهای دروغین رو دنبال میکنید چرا میگویید ما دروغ میگوییم شما کسانی هستید که برای انتخابات جنبش سبز هم در صدد آمارسازی بودید این مایه شگفتی بسیاری از رسانه ها شد کمتر روزنامه ای به اون پرداخت جز کیهان رو میبینم که بسیار ذوق زده در گزارشی تحت عنوان پاسخ جالب جهانپور به تردید افکنان شورای شهر اشاره کرده بود که پس از آنکه طی روزهای اخیر برخی مدعیان اصلاحات به زم کیهان در صدد جنجال سازی و تردید افکنی درباره آمار قربانیان کرونا بودند به نحوی از آنها به گزیده برخی از منتقدان آقای جهانپور پرداخته بود از جمله آقای جهانپور در واقع سخنگوی ستاد مقابل با کرونا در واکنش به اظهارات اعضای شورای شهر در خصوص آمار جان گفت ما مسئول این نیستیم که آمارها رو به کسی اثبات کنیم در دوره انتخابات هم بعضی از آمارها رو قبول نداشتند پیشتر در مورد یکی از اعضای شورای شهر گفتیم ایشان متخصص تولد است بهتر است در مورد تخصص خود صحبت کند تا مرگ و میر جهانپور در این اظهار موزه بسیار غیر مترقبه که به انتخابات سال 88 ورود پیدا کرد و اون انتقادی رو که خود مردان اصولگرا هم بعضن اعتقاد دارن که مهندسی انتخابات صورت گرفته جهانپور اون رو زیر سوال میبره در واقع احمدی نژاد و انتخابات و پیروزی محمود احمدی نژاد رو تایید میکند و گفت که در خصوص همین تخصص شمارش آرای انتخاباتی هم مثلا جایی گفته بودن ما آمار رو قبول نداریم یا قبول داریم و یا کم و زیاد هست دیگران را هم به واسطه همین حرف به اشتباه انداختند و خانه نشین کردند که میگوید مثلا آقای میرحسین موسوی یا کروبی خانه نشین شدن به خاطر این ازار مواضع برخی از اصلاح طلبان که بسیار مایه حیرت بوده که ایشون چگونه به خود اصلا اجازه داده که اینگونه به, تعبیری ورود به مسائلی کرد که اصلا ضرورت نداشته کاش که سکوت میکرد یا به نحوی دیگری حرف میزد بهتر بود به زمین بنده ایشون یا چشم داشت به جایگاه وزارت بهداشت برای دور آتی دارد به هر روی زدن جنبش سبز کوبیدن اصل انتخابات سال 88 و همراهی با رهبری در اون مسیر چرا که اون یک زخم است که در پیکره رهبری ایران خشک نمیشود و هر کسی در همسویی با رهبری ایران در اون رابطه خاص بخواهد اظهار موضعی کند قطعا مورد تفقد و مهر رهبری واقع می شود و به مقام وزارت هم برکشیده خواهد شد که تحلیل این جانب نیست چون این هست که چه بسایشان چشم داشتی به جایگاه های کلیدی وزارت خانه های آتی داشته باشد ای حال همه این اظهار نظر خشمالود آقای جهانپور صرفا در واکنش به اظهارات محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران بوده که آمار کرونا رو در ایران غیر واقعی خواند و گفت که اعضای شورای شهر نگرانند که این آمار تصور عادی شدن شرایط رو ایجاد کند و بستر اتخاذ تصمیماتی در مورد رفع محدودیت ها شود محسن هاشمی گفته بود همان گونه که برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس هم نظرات متخصصان و سایر بررسی ها رو تایید می کند آمار قربانیان کرونا در ایران بسیار بیشتر از عدد اعلام شده رسمی است جالب است بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی از نماینده مجلس از اعضای شورای شهر از مرکز پژوهش های مجلس صریحا دارند میگویند که این آمارها ناهمخوان هست با میزان جان باختگان حتی برخی از نمایندگان گیلان گفته بودند که قبرستان ها به تعبیری ظرفیت ندارد ولی باز سخنگوی وزارت بهداشت ایران به جای اینکه به آمار درست بپردازد برمیگردد به ده, ده سال پیش به مقوله انتخابات سال ۸۸ ورود پیدا می کند و منتقدان اون حوزه رو زیر سوال می برد. در این رابطه روزنامه اعتماد هم در ستون سرمقاله خود نوشته بود که پرونده 88 هر چه باشد مطلقا ربطی به وزارت بهداشت ندارد به طریق اولا ربطی به کرونا و ستاد مقابله با آن هم ندارد مردم خسته و آسیب دیده ایران پای اخبار ننشستند تا از شما گلایه سیاسی بشنوند یا قضاوت جناهیتان رو شاهد باشند اینکه محصورین در چه وضعی هستند اینکه مناقشه انتخابات 88 ریشه در چه مسائلی دارد اینکه مردم چه مطالبه معقول و مشروعی از حاکمان سیاسی دارند چیزی نیست که به کرونا مربوط باشد یا سخنگوی ستاد مقابل با آن در خلال پرسش و پاسخ بخواهد تدائی های سیاسیش رو جدی بگیرد همچنین آقای عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب هم در بخش از یادداشت خود در روزنامه اعتماد با بیان این گذره که بایستی فضای تخریبی رو از بین ببریم اشاره کرد که جالب این است که در میان وزارت بهداشت چند تن از مسئولان دانشگاهی تحت امر ادارت استانی رو تغییر داد فقط به این دلیل که مخالف سیاست های آماری رسمی این وزارتخانه حرف زدند در حالی که آنان مدیران دانشگاهی بودند و آنقدر باید مستقل و حق, حق داشته باشند که تا این اندازه متفاوت نظر دهند ولی نه تنها کسی به این تغییرات اعتراض نکرد بلکه همان وزارتخانه دخالت سخنگوی وزارت بهداشت در سیاست خارجی رو که تبعات زیادی داشت نادیده گرفت ولی همکاران خود رو برکنار کرد عجایب روزگاری است که مردان جمهوری اسلامی این هم که در بدنه دولت آقای روحانی بوده اینگونه اظهار موضع کرده که موجب خشم و حیرت بسیاری شد خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب تا, تا, تا تایمی که برقرار هست ماگر هستم به کشور و سرنوشت آم... کره شمالی اشاری داشته باشم که گویا لحظه به لحظه تحولات در این کشور می رود با تغییرات وسیطری صورت بگیرد در این میان روزنامه مردم سالاری در گزارشی تحت عنوان نگاه خاور دور به خواهر اون به بیماری آقای کیم جونگ اون اشاره کرده بود خودکامه کره شمالی که بسیار از منابع دیروز اشاره کرده بودند ایشان بیماری خطرناکی مبتلا شده و همینطور نزدیکی خواهر این خودکامه کره شمالی به ایشان و احتمال اینکه قدرت رو این خواهر به دست بگیرد کیم یو جونگ یکی از مشاوران نزدیک برادرش هست و حتی نمایندگی او را در بازی های المپیک زمستانی پیونگ چانگ بر عهده داشت البته این گزارش برخلاف عنوانی که میبینید نگاه خاور دور به خواهر اون خیلی دیدگاه و امیدها یا به تعبیری ابهام کشورهای خاور دور رو نسبت به حضور احتمالی خواهر خودکامه کره شمالی بررسی نکرده بود عمدتا به غیبت آقای کیم جونگ اون و همینطور احتمال یا شاعبه یا شایعه یا گمان زنی ها حول چرایی غیبت ایشان در برخی مراسم دولتی اشاره کرده بود به مجلس ایران اشاره میزنیم آفتاب یزد در گزارش تحت عنوان مجلس بی انگیزه نوشته که مجلس در ایام کرونایی تاکنون فقط شش جلسه علنی برگزار کرده همین گزارش در زیرش علی متحری رو نشانده بود که به پایان خط متحری در مجلس اشاره داشت و از اینکه ایشان آغاز کار در کتابخانه ملی رو در دستور کار خود قرار داده است نکته دیگری که بر صد خبرها جای گرفته بود بحث مجلسی بوده 21 ماه زندان برای محمود صادقی بوده که دیروز دیده بودم آقای متحری در یک گلایه به نیکی اشاره کرده بود که آقای صادقی صرفا سوال کرد که این حساب ها و پول هایی که به نام آقای صادق آمولی لاریجانی هست از کجا اومده چه هست و تحت چه عنوان آیا برای یک سوال این چنین با طرف 21 ماه به زندان محکوم شود البته من در رابطه با این موضوع مایلم اشاره کنم که قوه قضاییه کنونی یعنی دستگاه ابراهیم رئیسی از اینکه محمود صادقی رو محاکمه کرده و 21 ماه حبس داده نه از حبه به صادق لاریجانی است نه از تکریم یا پاس داشته یکی از ارکان حکومت که صادق آملی لاریجانی باشد که منصوب علی خامنه ای باشد به هیچ عنوان از غذا رئیسی و صادق خان صادق لاریجانی تضادها بیشمار دارند اما در این تضادهای بیشمار تضاد بنیادینی که دستگاه ابراهیم رئیسی نسبت به یک فرد مسلح یا اصلاح طلبی چون آقای صادقی دارد بسیار بیشتر است بدین روی علیرغم بغزی که به صادق لاریجانی داره دستگاه رئیسی اما, صادق، اما آقای صادقی نماینده نسبتا شجای مجلسی رو هم حاضر هست که قربانی کند تحت عنوان چه بسا یک حمایت و ارادت نرمی به دستگاه صادق لاریجانی هرچند همه خود خاندان صادق لاریجانی در خطر هستند و معاونش هم در آستان محاکمه هست این هیچ پیام مهرآمیز تایید می کنم به صادق آمولی لاریجانی نیست بیشتر زهر چشمگیری از منتقدان مستقل مجلسی است به تحلیل این جانب و نشانه‌هایی هایی که میتوان به آن استناد کرد تایم من عملا رو اتمام هست ولی مایلم به یکی دو موضوع اگر در ثانیه هایی که وقت باشد اشاره کنم به مقوله خودکامه کره شمالی اشاره کردم که اخبار صنعت هم در گزارشی تحت عنوان تحولات مشکوک در کره شمالی به همین فعل و انفعالات احتمالی برادر خواهر خودکامه در کره شمالی پرداخته بود در هر روی وقت گویو به انتها میرسد روزنامه جام جمع رو میبینیم که در گزارشی تحت عنوان خطرات شمال جاده های نسبتا شلوغی رو نشان می دهد که به سمت شمال روانه هستند برخی از شهروندان این گزارش تأکید می کرد که پس از رفع محدودیت سفرهای بین شهری پلیس راه ترافیک محورهای شمالی کشور رو بسیار بالا توصیف کرد و وزارت بهداشت هم خطر افزایش ابتلا با آغاز سفرها رو تایید کرده حالا جالب اینجا بود که همون گونه که شما میبینید خطرات شمال به نحوی زنها یادآوره. یعنی انتخاب تیت تا حدودی خلاقانه بود تا حدودی چشم نواز بود یادآور اون تک عبارت جاودان خاطرات شمال محال یادم بره که خب هنرمند برجسته ایرانی خانم همیرا گویا اون رو اجرا کرده بود و هر روی با این خطرات شمال و خاطرات شمال نوعی همپوشانی واژگانی داشت و به نحوی از آنها یک نوع خاطر خانی در ذهن خوانندگان رو هم میتوانست توانست تدائی کند و ایجاد کند و هر روی اکثر های دست راستی از هر آنچه که میراث بر جای مانده نکو و ایران مدار عهد پیشین قبل از انقلاب 57 بوده باشه خیلی میانه خوبی ندارند و بران سالیانی تاختند و میکوبند و میتازند اما هر از که لازم باشد و برای اینکه مخاطب بخوان یارگیری در صحنه های اجتماعی بکنند میدانند که مردم از اینها منزجر هستند سعی میکنند که یک گذشته ای رو به تعبیری برای شهروندان به منسه ظهور بگذارند از انتخاب تیچ گرفته تا بعضا گزیده موسیقی های خاص و هر آنچه که بتوان با آن مردم رو به تعبیری به صحنه های خود خودشان بکشانند سعی می کنند از آموزه های فرهنگی هنری عهد پهلوی اشاره کنند که کماکان پس از چهل یک سال محبوب قلوب ملت ایران هست و نسل نو و جوانی که حتی پهلوی و مدیریت سیاسی پهلوی رو ندیدند اما صرفا بر مبنای آمارهای موجود و مستندات مسرح اخبار و تحولات سیاسی ایران رو پیگیری می کنند کماکان خواهان بازگشت شکوه شاهانه پیشین به کشور عزیزشان ایران هستند و با این مطلب وقت یکی دیگر از برنامه های شامگاهی صفحه یک در همین مقال و مجال به پایان می رسند تا درودی دوباره و با تازه از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن بدود 何?